ای ایران ای مرد گل‌گهر ای خاک. صدای بنان برای ایران زخمی و خسته سالهای تاریخ و آهنگسازی روحالله خالقی مرهمیه که بغض و دوست داشتن و شور و همسر و با هم داره. اما حسین گلگلاب چطور به سرایش این سرود رو آورد؟ سرودی که نماد ملی و مردمی اهالی و اقوام ایرانیه، فارغ از هر گروه و قوم و نژاد. در سال 1323 خورشیدی جنگ جهانی دوم تموم شده بود، ولی هنوز حضور و اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس و امریکا همچنان ادامه داشت. در یکی از این روزها حسین گلگلاب 47 ساله در محله ولی‌آباد در حال رفتن به انجمن موسیقی ملی بود که توی خیابون هدایت، یعنی بالای منوچهری، در منطقه 12 امروز تهران، شاهد هتک حرمت سرباز اجنبی به سرباز وطن بود. روحالله خالقی از دیدن بغض و شنیدن داستان حسین بسیار متاثر شد، اما این موضوع رو انگیزه‌ای کرد برای خلق اثری بی‌نظیر که امکان نداره یه ایرانی با شنیدن اون متحول و دگرگون نشه. آهنگساز اون زنده‌یاد خالقی بود و سراینده زنده‌یاد گلگلاب، و با صدای زنده‌یاد بنان شد اثری ماندگار که همگی اون رو شنیدیم. اولین اجرای ای ایران در 27 مهر ماه 1323 خورشیدی در تالار دبستان نظامی دانشکده افسری با صدای غلام حسین بنان در خیابان استانبول در 2 شب پشت سر هم ثبت شد و اونقدر شورانگیز بود که به درخواست جمعیت حاضر 3 بار تکرار شد. استقبال عمومی و تاثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازنده ها رو به مرکز پخش صدا دعوت کرد تا صفحه از اون ضبط کنه و همه روزه از رادیو تهران پخش بشه. حس شما نسبت به این آهنگ و خلق کنندگان اون چیه؟